کاهش نیروهای آمریکایی به 2500 تن همزمان با بی‌سرنوشتی گفتگوهای بین افغانی، در حالی که جنگ و خشونت در افغانستان با شدت ادامه دارد و دور دوم گفتگوهای بین افغانی نیز با هیچ پیشرفت همراه نیست، آمریکا بر مبنای توافقنامه آن کشور با طالبان نیروهایش را در افغانستان از 4500 تن به 2500 تن کاهش داده. با اینکه طالبان از کاهش نیروهای خارجی در افغانستان استقبال کرده، اما به دلیل افزایش ناامنی در افغانستان نگرانی های را نیز در به همراه دارد. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهور افغانستان گفته که آمریکا بیش از حد به طالبان امتیاز داده و سرنوشت افغانستان به خروج نیروهای آمریکایی وابسته نیست. شورای امنیت ملی افغانستان نیز کاهش نیروهای خارجی در افغانستان را گفته که هیچ تأثیری بر وضعیت افغانستان نخواهد داشت. اما اینکه چرا خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان بر اساس توافقنامه آن کشور با طالبان مشروط بر شرایط افغانستان نیست و کاهش نیروهای خارجی چه تأثیری بر وضعیت افغانستان خواهد داشت، در برنامه امشب بازنگاه بار می‌پردازیم. من رازقیار هستم و مهمانان شریک در بحث با من آقایان دکتر ازغرخیل منگل، آگاه امور سیاسی از آلمان در برنامه با ما وصل هستند، جنرال عبدالواحد طاقت، آگاه امور امنیتی، و عنایت الله حفیظ، فعال سیاسی، در استودیو حضور دارند. خیلی خوش آمدین مهمانان عزیز. آقای حفیظ، تعداد سربازان آمریکایی در افغانستان در دو دهه گذشته به کمترین رقمش رسیده. فکر میکنین خوب است یا بد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت شما و تمام بیننده های عزیز، همکارای شما، جناب جنرال صاحب و جناب منگل صاحب. امریکایی ها خب یک روزی خواب از افغانستان خارج شد، اما در این موقع حساس و شرایط حساس هم که خارج میشه، ما زیاد نگرانی نداریم، به خاطر از اینکه امروز به فضل خداوند از لحاظ کمی و کیفی نیروهای نظامی افغانستان، اردو، امنیت، پلیس به حدی رسیده که بتانه در سنگرها در مقابل دشمن بجنگه. مطابق پیمان امنیتی افغانستان و امریکا هم که در سال 2015 انعقاد شد، و در وقت هم بمی مردم هم نظرش بود که امریکایی ها آهسته آهسته خارج شود، و این خارج شدن تدریجی نیروهای نظامی امریکا خوب است که آهسته به نیروهای دفاعی و امنیتی ما این مسئولیت را به دوش خود بگیره، گرچند از لحاظ روانی تبلیغاتی برای دشمن، برای زنا، اینا تا یک حد یک دستاورد و مفید تمام میشه، اما نیروهای دفاعی ما از هر لحاظ و نیروهای امنیتی ما در این حد و توان رسیده که بتانه از کشور خود درستی دفاع بکنه. پس نگران کننده نیست به شما؟ به خاطر از اینکه امریکایی ها تا 2024 مطابق از او پیمان استراتژیک متعهد است که نیروهای دفاعی و امنیتی ما را از لحاظ تجهیز و ارتقای ظرفیت حمایت کنه، و ما هم امیر کار داریم که تجهیزات و اکمالات و ارتقای ظرفیت نیروهای ما تا 2024 و بعد از او ادامه پیدا بکنه، و خوشبختانه که ناتو هم در این قسمت همکار است، بنان ما هیچ تشویشی از برآمدن نیروهای نظامیشان نداریم. تقد سب دی تاسو نظر صدا فکر کوئی دی امریکایانو دی پاوز کمول تعداد 2500 و طرف کتا کول چه پیام لري؟ آیا امریکایان جدی دی دی تسی دی خپل زواکونه پا افغانستان که سفر تا ورسی؟ لوی خدای سپیسیلی نامو تا خواگه کربتا جناب حفیظ صاحب تا او جناب منگل صاحب تا سلامونه بکیلی هم دار از تاس تلویزیون ټول کارکون کو درونو لیدون کو تا سلامونه. له شروع نه له پیل نه د امریکې د پوځي شتون سره او د ناتو په مجموع کې د پوځي شتون سره زه مخالف، او تل مې تاسو د میډیاګانو لاره نه خپل مخالفت ښودلی، او دلایل مې لرل چې ولې ورسره مخالفت لرم. او د دوی دلته پوځي شتون د موږ څومره تاوانونه رسېدلي هغه هم په وخت و زمان تشریح کړي دي. اوس کله چې دوی وایي چې موږ وزو، نو 2500 دې هم وباسي دلته د خپل پوځي شتون صفر کې. د دوی لوجستیکي شتون، د دوی همکاري، د دوی معاونتي شتون، د دوی مشاورتي شتون، تخنیکي شتون دا دی وي، خو موږ ته د خپلې وسلې بېرته راکړي.
کوم وسلې سه دوی د خپل اجنټانو په وسیله د موږ نه وړي دي په یغه ما هغه د ټولو مکتبر ته وسپاري موږ خپل وطن نه دفاع کوو د موږ هر زلمی د موږ هره پیغله کومانډو ده او افغانان د خپل وطن نه د خپل ټاټوبي نه د عقابانو په شان د شاهینانو په شان باندې د زمرویو په شان د په ځوانمردي باندې کولی شي چې خپله دفاع وکړي او دا به د موږ دپاره کوم مسله منظور ده؟ موږ به د موږ دپاره ښه چانس دا ده چې موږ به وابسته نه یو موږ به په خارجي قوت باندې بیا تکیه نه یې کړې امریکایان کوزي د صالح صاحب هغه پخوانۍ خبره نه ده اوسنۍ پخوانۍ خبره چې نه به د هندوکش غر ونړېږي او نه به د پنشیر سیند وچ شي دوی دې وځي په مخه یې ښه پریدي د موږ خپل کار ته هسې هم دوی د موږ سره ډېره نازواني کړې ده د موږ هغه امنیتي سکتور یې راته کمزوری کړي جنرال صاحب دا په خبره باندې ډېر اسانه ده چې امریکایان دې د افغانستان نه وځي نه به هندوکش غر نړېږي او نه به د پنشیر سیند وچېږي ولی عمل کې وګورئ چې بیا څه کېږي عمل کې به اوس 100 افغان مړ کېږي وروسته د هغه نه به 200 افغانان وژل کېږي قالب به ورځ تر بلې ساحه تنګوي د افغانستان په حکومت دوی چې دلته یو نیم زر کسه وو او یو نیم لک تقریبا 150,000 په شاوخوا کې د ناتو پوځونه او د افغانستان په شمول د انګریزانو یو په هلمند کې تقریبا 150,000 انګریزانو هلته مسله ځواکونه لرل بیا د مرجې د عملیاتو په بهانه باندې امریکایان 100,000 کسان هلته غوښتل پاتې کې بیا انګریزانو ورسره مخالفت وکړ چې دلته موږ بس یو تاسو بل طرف ته لاړ شئ هلته دوی په هلمند ولې هغه بیل سوال ده دوی ته ولې مهم وو هغه اخواته به تاریخ ته پرېښی ده نو راځو دوی موږ ته دا طالبان چاره وپنځول پاکستان ته دا دومره کومکونه ولې امریکایانو ورکړل چې اغزن تار په ډیورن کرښه باندې ولګوي ولې طالبان هلته تمویل او تجهیز کړل ولې هلته مدرسې فعالې دي او امریکایانو حداقل ډیپلوماتیک برخورد ونه کړ ولې طالبانو ته ډیپلوماتیک حیثیت او سیاسي حیثیت ورکړ ولې په دوحه کې د شاو پاسپورټو باندې هلته داسې او څرنګه موږ سره چنې وي او څرنګه امریکا په هماغه زبرځواک باندې راځي د ملا برادر سره دوی امضا کوي د هغه تر سطحې پورې هغه راټیټېږي ټرامپ نو دا ټول هغه څه دي چې موږ ته روښانه دي او کاشکې نوی روښانه نه پیدای داسې پیږو موږ رنځېږو ځورېږو دې ته ځورېږو چې ولې امریکا موږ سره دښمني کوي ولې ناتو دښمني کوي ولې په مجموع کې ناتو د امریکا او د انګریز په سردمداري باندې موږ سره راخیستې ده او موږ باندې د پاکستان لاسبری غواړي په موږ باندې د هغوی د ګوډاګیانو لاسبری غواړي اول د بند د لو د دسیسې په نتیجه کې په موږ باندې هغه شړل شوي هغه ورک شوي هغه مړه مجاهدین بیرته را باندې حاکمان نه کړل د حمید کرزي غوندې یو روس نظام په موږ باندې ونه تاپه له هغه نه راوروسته کوم نظامونه چې په موږ باندې تپل شوي دي دا آیا د افغانستان د شان شوکت سره برابر و یا دوی چې طالب راته وپنځاوه راته بیدار یې کړ القاعده یې راته تقویه کړ او داعش داعش او القاعده طالب مجاهد دا ټول یو پدیده ده او له یوې چینې نه سره چناخلې او مړېږي او تمویلېږي سلامت سوی لنډه ده ملک با ادامه برنامه خوش آمدین آقای منگل دید شما چه است در حالی که جنگ و خشونت در افغانستان با شدت تمام ادامه دارد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان فکر میکنین چقدر مسئولانه است؟ قبل از اینکه من خدمت شما به سوال شما جواب را کنم به شما و میمانان بسیار گرامی شما حافظ صاحب و طاقت صاحب و همچنان بینندگان شما سلام و احترامات خود تقدیم میدم تشکر ببینین این مسئله طوری باید ارزیابی کرد همینطور که کاملا دوستای در بحث و دو میمان شما بسیار دقیقی را کردن از روز اول که امریکا به افغانستان آمده بود متاسفانه مسئولیتی که یا وظیفه‌ای که در برابر تروریسم داشت او را به صورت درست انجام نداد نه تنها انجام نداد بلکه حتی بیشتر هم شد تروریستا زمانی که در سال 2001 امریکا و گوه ناتو و افغانستان بود ما دو گروه داشتیم یکی طالبا بود و یکی هم القاعده در حال حاضر 22 گروه با اساس اظهارات خود مقامات امریکایی و جهانی و افغانستان در افغانستان فعالیت میکنه و ضد مردم افغانستان ضد نظام عملیات میکنه عملیات تروریستی میکنه و عملیات انتحاری میکنه بنابراین
اینها شما میبینید که حتی در شهرها و سایر مناطق افغانستان چنین اقدامات صورت میگیره. پاکستان همونطور که دوستا برشان اشاره کردن بالای برن تیم خاردار کش میکنه و ده ها مطالبه دیگره، ولی امریکا چپ است. بناهن این برآمدنشان هم بخیر بره، هرچی زودتر بره، هیچ نبا تغییر در موضع مردم افغانستان صورت نمیگیره. برخلاف من میگم بسیار خوبتر میشه، به دلیل از اینکه این بهانه ای که برای یک تعداد است که خوب شما را امریکایا دفاع میکنه، امریکایا امرایتان است، این گم میشه. ما باور دارم که اگر 2000 امریکایا برای ممکن 5 یا 6 هزار دیگه به شکل دیگه وارد افغانستان شد که کامل یک بحث علایده است، یعنی ما شما را آرام نمیمانه. اما مسئله اساسی اینجا است که ما دیگه میفهمیم که آله نظام امرای یک گروه توریستی که در نتیجه به اصطلاح افکار خود امی امریکا و سایر کشورهای دیگر به وسیله پاکستان ایجاد شده، ما برایشان مبارزه خواهد کردیم و این مردم بالاخره باید از نظام خود، از وطن خود، از کشور خود، از آزادی خود دفاع بکنه. این هم یکی از رسالت افغان هاست که چنین یک کار انجام بده. بنابراین این تبلیغاتی که برای از این صورت میگیره، خب ما اینت با 4000 آمدیم و با 2000 آمدیم، همونطور که دوستا، این از نظر کاملا اونمو سیاست تبلیغاتی و یک سلسله لابیگیری هستن که اینا میخواین برای کسای دیگه ایره انجام بدن. برای کی مثلا آقای منگل، منظورتون چی است؟ برای کی میخواین لابیگیری بکنن؟ ببینین، لابیگیری به خاطر از این میکنن، برای طالبان میکنن. طالبان هم میگه که همون مطابق توافقنامه دوها ما امرایتان که توافق کرده بودیم او توافق انجام میدیم. طالبان هم اونطوره که دوستا برش اشاره کرد بسط یک دولت اوتوریتی دادن و الان میخواه که امرای طالب معامله کنه. درست. این خودش یک خیانت بزرگ است که 20 سال تمام ارزش هایی در نتیجه کمکای مردم امریکا، در نتیجه کمکای کسانی که مالیه میپردازه با افغانستان صورت گرفته، این ارزش ها نادیده گرفته شد و آل برای طالب رای سفید به اصطلاح چراغ سبز نشان میده که این ما برآمدیم، شما دیگه عملاتتان را بیشتر بکنید تا بتانید از طریق اونمو فشار نظامی در مذاکرات دست بالا داشته باشید. ولی این خواب است و خیال است و جنون، بخاطر از اینکه ما این را دیدیم. بله آقای منگل، امریکا یک بار مشخص شد چرا به افغانستان آمده بود و چی به دست آورد؟ در کنار از این میبینین که به هدفش رسیده یا نه؟ خب آنچه که اینا گفته بودن به او نرسیده، چطور اینا رها میکنه تمامی مصارف را که در افغانستان کرده و سربازای آمریکایی که کشته شده در افغانستان را؟ ببینین، امریکا یا جامعه جهانی برای 3 هدف در افغانستان آمده بود که یکش مبارزه با تروریسم در منطقه به خصوص در پاکستان، دومش کمک به مردم افغانستان در نظام سازی، و سوم رشد اقتصادی کشور ما. متاسفانه در عرصه اینا ناکام هستند و در عرصه هیچ نتایجی را به دست نآورد. برمیگردیم به شما. حتما آقای حفیظ، چی تغییر کرده که شما میگین نگران کننده نیست خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان؟ حتما بیاد دارین که بار رئیس جمهور گفت که اگر نیروهای آمریکایی از افغانستان سقوط کنه، 6 ماه حکومت فعلی افغانستان تا برده نمیتونه. چند پیش هم دلامویب مشاور شورای امنیت ملی هم گفت که اگر نیروهای خارجی بیرون شوند از افغانستان، امکان از این بسیار زیاد است که افغانها یک بار دیگه برن به جنگ خانه به خانه. ما این فکر میکنم که خب تغییر ما از 2001 به این طرف اگر حساب کنیم، ما به مو واقعیت های عینی که وجود داره ما مطابق از او میگیم که امریکایی ها اگر برای هیچ مشکلی پیش نمیاد. ولی رئیس جمهور در سال 2001 نگفته که سقوط میکنه خب. نظام در سال 2020 گفته. اور میشه که شما از سخنگوی رئیس جمهور سوال بکنید. شما چی فکر میکنید؟ چرا میگین نگران کننده نیست؟ نگران کننده به این خاطر نیست که امریکایی ها در شرایطی که با ده ها هزار نیروی امریکایی و ناتو در افغانستان آمد، او وقت ما اردو نداشتیم، ولی حکومت فعلی سقوط نکرد، او وقت بودن پلیس نداشتیم. مثلا بعد از ختم دوران طالبا که اینا آمد در افغانستان و مسئولیت به شکل سیستماتیکش در 2003 اینا بدست گرفت، در او وقت که غیر سیستماتیک بود نظام نداشتیم. و اما در 2014 و 2015 و 2016
اینا به یک نحوی آهسته آهسته قدرت به افغان ها تسلیم کردند و امروز در تمام جبهات جنگ، در تمام بخش های کشفی و استخباراتی فرزندای از این وطن است که خودشان زیر نظر نظام با یک سیستم کار میکنه و این توانمندی را پیدا کرده از لحاظ ظرفیتی فکری و عملیاتی و کاری و همچنان از لحاظ کیفی کمی هم ما به اندازه کافی نیروهای اردو و پلیس و امنیت داریم و دروازه این ارگانهای کشفی و استخباراتی و نظامی هم بروی جوانهای افغانستان باز است که بیایه به این بپیونده. حال یک نظام ساخته شده، سیستم ساخته شده، اگر امریکایی از اینجا میره احساس خطر به وجود نمیایه و اینما احساس خطر نمیکنه. نظام و سیستم بدون حضور نیروهای خارجی تا باورده میتونه؟ بله بله. اگر رئیس جمهور حساب نمیکنه سر این نظام، شما چطور حساب میکنید؟ ما به این خاطر من فکر خودم میگم که چرا ما حساب میکنیم که این نظام دوام پیدا میکنه. نهایت الامرش ما مردم افغانستان امی بدبختی های گذشته را اگر 40 سال اخیر ما متوجهش باشیم، فکر بکنیم که ما چی بدبختی ها و زحمات و مشکلات و جنگ و ناامنی را گذشتاندیم. بنان یک نظامی که وجود داره باید از این نظام دفاع کنیم. نهایت الامرش ما 5 سال دیگه بودجه انکشافی خود قطع میکنیم. من پیام من برای رئیس جمهور به کسایی که تصمیم میگیره، بنان اگر امریکا حتی امروز اگر نیروی نظامی خود میکشه، یک روز هم اگر بودجه خودم قطع میکنه، دیگه ما هیچ بودجه انکشافی رو برای 5 سال متوقف میکنیم. خیر است دمی سرک، دمی کوره را، دمی بیبرقی، دمی ما قناعت میکنیم. اما به خاطر که سر پای خود استاد شویم، اردوی ما، پلیس ما، مامور ما اینا معاش بگیره و کار بکنه. بنان این ظرفیت حال افغانستان داره و این توانمندی را داره. سعیست کسی به نام ترجمان، کسی به نام کارمند موسسه و اینا شرکت ها کار میکرد، حالا اونا هم دروازش بسته است. آقای حفیظ، فکر نمیکنین که حرفی که شما میگین بسیار یک فکر آرمانی است؟ آرمانی میشه اگه 5 میلیارد دلار کمک آمریکایی ها قطع شه و سر حکومت افغانستان، اینا نمیتونن به سربازایش ماش میده. مثلا از کجا میکنه 5 میلیارد دلار؟ خب پول کمی نیست. بله، از کجا میشه؟ بسیار کار سخت و دشوار نیست. خب فساد چرا در سال گذشته جلو فساد گرفته شود؟ پس آرمانی شد دیگه. کی میگیره جلو فساد؟ جلو فساد دولت میگیره. تنها ما برید بگم، ما برید حساب بتم، تنها سالانه 5 میلیارد افغانی شاروالی کابل عاید داره. 5 میلیارد افغانی. ولی ما 5 میلیارد دلار مصرف داریم. ما برای شما مثال میارم، حساب ما برید پر میکنم و طبق محاسبه ما اگر درست جمع شوه و جلو فساد گرفته شوه و به جیبای شخصی و مافیا نروه، تنها عواید سالانه شاروالی کابل به 10 میلیارد افغانی میرسه. تو فکر کو هرات، تو فکر کو جلال آباد، قندهار، دیگر یک فساد دم رویش گرفته که به پای خود استاد نشه. خب فساد می است که اکثریت جایا و جای از اینکه بیای به بودجه دولت، کارمندا، مامورینی که به فساد آغشته هست اینا رو به جیب خود میزنه. همین رقم گمرکات است، همین رقم خیلی ظرفیت های دیگه وجود داره که ما بدون از اینکه بودجه انکشافی داشته باشیم، ما بودجه عادی خود را از عواید خود افغانستان ما رو پر کنیم. یک مورد. دوم، اگر امریکا یک وقتی، ما اول که فکر میکنم که امریکا هیچگاهی او رقم به آسانی کشور اعلان نمیکنه، با کمک های خود ادامه میده تا ما توافق نامه داریم تا 2024. بازم کشورهای همسایه افغانستان حتی به شمول پاکستان، اگر یک روزی در افغانستان اینجا جنگ داخلی شروع شود، امی دودی که در افغانستان بلند شده دامنگیر ایرانش هم میشه، پاکستانش هم میشه، از چینش هم میشه، از کشورهای آسیای میانهش هم میشه. بنان جنگ در افغانستان به نفع هیچ کس نیست. او وقت اینمی کشورهای همسایه هم مکلف خواهد شد که بر ما و شما اینمی نظام حمایت بکنه. سپاسگزار. وقفه کوتاه. دخبرمون پات برخب طاقت سبیو خوب فکر کویت امریکایان دی بل افغانستان بشپل دولوزی و دخبل زواک دی بالاخره په افغانستان کې صفر تر ورسید. دي تر څنګه دا وضعیت د عقل د فکر کوي دي ته چمتو دي چې حتی که امریکایان مرستې په افغانستان بندې مونږ دی وایي چې بندې دي کې مونږ خپله کولی شو. لږ کې به د امریکې د حکومتو د ناتو د
دا غم پریدستی چیره به یه لگ روخانه کم کغوالی میره بانی پلانده وای کلا سی دو پکتیانا پینزاویا کسا سپینگیری روانو کابل تا اغوی دو زان سره یه سور خط لاره سی امریکا تا یه سور خط را کشک سی پلوی پکتیا که بغراز نراری مکتا با نرازی مک پویسا دی مک دخمنان پویسا مک پویسا پاکستان پویسا مک پویسا پنجاب پویسا دغه پیام سره دوی را روانو کابل ته په لاره کې ور باندې هوایی بمبارو کړ ټولې مړ کړ ولې ځکه چې دا پیام را نه وړي او دا تیت نشي نشت نشي سبا په نورو ولایتو کې به ورته عمل کېږي او امریکایانو ته وایي چې موږ پوه سو خپل ولایتونه هم پوه سو او دوی په لویه پکتیا کولی شو چې ځان دا اوس هم دوی ځان نه دفاع کوي خپله یې کوي ښه دا یې مړ کړل د نیازو یې کله یې بمبار کړ په ګردیز کې او لاړل په روزګان کې د دې له خاطر چې وحشت او خپله هغه بربریت وښیي په روزګان کې یو نیم سل نفره په واده په مراسمو کې شهیدان کړل ناوې زوم هم کې لاړل له هغې نه لږ وروسته لاړل په شنډنډ کې یو سل او لس کسه د فاتحه خواني وه د فاتحه یې مړ کړل په هرات کې یو کلی د کوچانو کلی په نوم باندې په ګلران کې وو دا یې هم بمبار کړ چې په دا هرات کې ولې یو کلی د کوچانو په نوم باندې دلته لا ژوندی ده دا د چا څیره ده دا د همدغه امپریلیستي امریکې څیره ده د همدغه انګلیس څیره ده او دا د افغانستان خلکو ته موږ باید بیان کړو ورته ویښو چې دغه څیرې دي دې څیرې سره ملګرتیا کیږي دې څیرې سره دوستي کیږي هلکه تا سره دوستي نه کوي یې تا اردو یې صفر کړه یې تا عربي ښوونځی درته وتاړه عربي پوهنتون یې وتاړه د هوایي پوهنتون یې وتاړه کورس آی درته وتاړه او د تا یې لاسونه وتړل تر 2014 کال پورې تا په حیث د یو افغان نه شوی کولی د مقابل لوري په ته سلا راواخلې او یا ډز ورباندې وکړې تا دا صلاحیت نه لره فقط رتبې وې چې هغه مارشالۍ او تر کومو کومجو پورې رتبې درکړي او خوشحاله هم وساتې او پیسې او بلمنزلې جوړې کوي او شارکونه جوړ کوي دغه باندې مصروف کړی او هغوی خپل اجنټان دغه سرمایداران کړل دلته په ماقبل فیوډلي نظام باندې انحصاری سرمایداری تحمیلول دا بیا د امپریلیستي نړۍ یو کرکټر دی خصوصیت دی په افغانستان کې دا عملي کړل خو یو پلان به یې لرې چې دغه دا ډېر خاینانه پلان او ډېر رزلانه پلان چې اوس تغییر کړی کوم داسې مهم شي تغییر کړی چې موږ دی وایو امریکایان په بشپړ توګه د افغانستان نه وځي ګورئ ما مخکې ویلی چې که دوی ووځي بیخي یو خو به طالبانو ته دا بهانه ورکه شي چې موږ اشغال او اشغال دا قصې به هم نه وي موږ به هم بیا نه وایو چې موږ اشغال یو بهانه خو یې اوس ورته پیدا کړې وایي اسلامي نظام باید دلته ټینګ شي بل هم وایي اشغال یو چې اشغال په مقابل کې ته نه راجګېږي خو بېایمانه یې نو مجبور یې چې د اشغال په مقابل کې خپل غږ خوجت کړو که ټوپک نه یې راسره که توره نه یې راسره په ژبه خو یې دا په قلم خو دا مبارزه وکړو که دا مو ونه کړو که اوس راځوی دې ته چې مهرباني د موږ په دولت کې ولې ضد و ناقص خبرې دي څنګه مثلا کوم زه مثلا یو وای سه ودی وزي هیڅ فرق نه کوي دا خپل د الحمدلله محب صاحب خبره ده میډیا نه موږ واوریدل سه غویل دي فرق نه کوي که امریکایان ټول وزي د خپل نظامي حضور صفر کې دا د موږ په قوتونو باندې تاثیر نه کوي او رښتیا هم نه کوي لا د موږ د قوتونو مورال جګیږي نن د ما سرباز فکر کوي چې که زه په دغه پټکي والا باندې ډز کوم دا خو د ما ورور ده نو دا د بل چا د ګټو لپاره ډز کوم زه دا خپل ورور د بل چا د ګټو لپاره وزنم یا د 50 روپو معاش لپاره وزنم د ده انګیزه د جګړې دغه جګړیزه انګیزه یې راټیږي او که امریکایان نه وي د هغوی قمانده هم نه وي د هغوی حضور نظامي نه وي بیا زه پوه سه او دښمن مې پوه سه خو د تاب راوړلو خبره ده مخکې ما دلته مورال اخلو موږ مورال خو به واخلي فکر کوي به توانای د دې چې ودی دري کې د طالب په وړاندې د یو بل خپل وسلې د بیرته راک د موږ شپږ سو تیاری وړي د موږ شپږ سو تیاری د امریکای وړي د څه کړې په بین ملي محکمه کې تر وغوړی کنه دا خو یو زور دی د موږ ګور په لګ په ملیونو درنې اوس پکې وسلې څلور نیم زره چاینا ټانکونه پاکستان ته حواله کړ یغې د هر ټانک نه درې درې ټانکونه جوړ کړل په دغه کې نوخار کې فابریکا د ټانکونو دا خو موږ یې نو په سترګو مو لیدلی دي په خپلو سترګو مو ورته وکتل چې د یو ټانک نه درې ټانکه جوړیږي نو دا خو بل ته ځې امریکا ناتو ما باندې بل ملک ګوند ملک ایران را باندې حاکم کوي پاکستان دې را باندې بادار کړی ده ایران ته د اتومي صلاحیتونه ورکړه پاکستان اتوم بند لري نو زه دې ورته تړلی یم خالصلا ډېره زیاته مننه
آقای منگل، خوب شما توافقنامه آمریکا با طالبان متنش که برآمده بر رسانه ها در گذشته من ملاحظه کردین، دیدین توافقنامه را. هر بند توافقنامه که شده میان دو طرف مشروط است، حتی مسئله خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان مشروط بر وضعیت در افغانستان است. شما میبینین که پس از یک توافقنامه امضا شده به جای از اینکه وضعیت خوب شود در افغانستان بدتر شده، ولی چرا پابند نیست آمریکایی ها به می توافقنامه؟ خب دکتر، قبل از اینکه راجع به پابندی آمریکا صحبت شما با خدمت شما عرض بکنم که اصلا امی توافقنامه، امضای توافقنامه از طرف آمریکا با طالبان خلاف تمام نرم های بین المللی است و از دیگر طرف خلاف قانون اساسی افغانستان و مطلقا در تضاد با منافع ملی افغانستان است. این از یک طرف. حالا ایره که امضا میکنه یا چیز به اصطلاح عملی میکنه یا نمیکنه، اصلا هیچ به گفته مردم به درد ما شما نمیخوره. اونها معاملات پس پرده است که امریکا به مقبره پاکستان با طالبا کرده. چیزی که بسیار روشن است، ببینیم پاکستان بعد از اینکه ترامپ در سال 2018 گفت که رهبرای ما را احمق فکر کرده، پاکستان ما برش 30 میلیارد دلار دادیم و اونا خلاف ما توریست ها را تربیه کردن و ما اقدامات جدی میکرد. ولی امو ترامپ در سال گذشته او حرفای خود فراموش کرد، بخاطر مبارزه انتخاباتی، کمپاین انتخاباتی رفت با پاکستان معامله کرد و پاکستان برش گارانتی کرد که طالبایی که در آینده حاکمیت به دست میگیره یا حتی در حاکمیت شامل میشه ولی وزن بیشتر باید داشته باشه، ما گارانتی میکنیم که از منافع آمریکا در منطقه دفاع میکنه. علاوه بر از این، طالب باید به حیث یک گروه جنگی از منافع آمریکا به خاطر جنگ سرد با روسیه و چین هم مورد استفاده قرار بگیره. تمام این مسائل متاسفانه در او اسناد که ما و شما از او خبر نداریم به یقین آمده است. از این خاطر هم است که آل این موافقتنامه بین دو جهته که اردویش خلاف منافع ملی افغانستان است. به ما کدام اگر معامله شده میان طالبا، آمریکا و پاکستان، فکر نمیکنین که گفتگوی بین الافغانی که جریان داره این تنها یک تمثیل است و نمیشه که کار را به جای برسانه؟ حکومت افغانستان اصلا میدانه که اینو معامله کردن؟ در تمام مذاکرات جناب محترم و خدمت شما عرض بکنم دو چیز بسیار مهم و اساسی است، یکی صداقت و دیگر هم اصولیت. خب صداقت نیست وقتی مسئله معامله است، صداقت نیست دیگه. کامل عرضی معمیز که این در این مذاکرات متاسفانه که پروسی مذاکرات که ما و شما افغانا و جهانیان به این مصروف کرده که فکر ما از مسائل دیگه به دیگه طرف شود، ذهنیت ما به دیگه طرف بره، این اصلا از پروسه به یک پروژه متاسفانه تبدیل کرده. در حال حاضر مذاکرات دوحه یک پروژه است و در این پروژه هر کس میخواد که منافع خود داشته باشد. چرا مذاکرات ناکام است؟ سه عوامل اساسی دارد. یک، محل مذاکرات. اگر این محل مذاکرات در داخل کابل، در داخل افغانستان بود، حتی در مناطقی که طالب میگم من در دسترس خود دارم، این موافقت بیشتر میبود. چرا؟ مداخله جنرالای پاکستان، گفتگو با مذاکرات از طرف شاو در اتاق و تلفن صورت نمی گرفت. از دیگه طرف مکتوم از داخل کشور میرم، اقوام، رؤسای اقوام، مشران قومی، علما میرفت میگو طالب بلیات خدا چرا جنگ میکنی؟ چرا اینمی مسئله خلاف دین، خلاف اسلام و خلاف منافع کشور است؟ دوم مسئله عدم صداقت است و عدم موجودیت استقلال طالب است. طالب نمیتواند در مذاکرات از خود نداره صلاحیت و تمام دستاتیری که در مذاکرات برشان داده میشه از طرف جنرالای لاوربندی در پاکستان. خیلی سپاس گذار. دوم مثلا عدم همکاری صادقانه جامعه جهانی به خصوص کشورهایی که در مسئله افغانستان زیدخل است. تشکر کردم. از این خاطر هم من خدمت شما عرض کردم که این موضع‌گیری امریکا اگر چنین ادامه پیدا بکنه که تو روزم سر حال هست، 22 گروه موجود است، پاکستان کمافی سابق مداخله میکنه، باز هم اینا چنین موضع‌گیری میکنه از این قدر که نباشه بسیار بهتر است. تشکر، برمیگردیم با شما. وقفه کوتاه.
به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای فیضالله، حکومت افغانستان بالاخره میبینین در یک وضعیت سردرگم و مجبور قرار دارد. از یک طرف آمریکایی ها با حکومت افغانستان توافقنامه امنیتی و بیسه دارد، از طرف دیگه آمریکا رفته با طالب گروهی که میجنگه در برابر حکومت افغانستان با او توافقنامه امضا میکنه و به اساس همون توافقنامه بدون از اینکه رضایت حکومت افغانستان گرفته شود بیرون میشه از افغانستان. اگر این وضعیت ادامه پیدا بکنه، فکر نمیکنین که حکومت افغانستان مجبوراً دوستان دیگه به خودش در منطقه پیدا خواهد کرد در میان رقیبان آمریکا؟ من فکر میکنم که اول گپ به اونجا نمیرسه، منتها آقای خلیلزاد بازیایی را که انجام داد در این چه مدت و گفته جناب منگل صاحب ما موافق هستم که این پروسه را به یک پروژه اقتصادی و سیاسی برای خود تبدیل کرد و برای جریان حزبی خود داخل امریکا کاملا خلافی تمام موازین بین المللی رفت با یک گروهی تروریستی یا جنگجو، هر نامی که سرش بانه، من بهترین نامش یک گروه جنگجویی که برای در یک کشور می جنگه. اینم با این گروه خلافی تمامی اصول رفت یک تفاهم نامه امضا کرد و این هیچ جایگاهی نداشت. خب درست است، در قوانین بین المللی وقت جایگاه نداره. حکومت افغانستان آمد نزدیک 6000 زندانی را به شمول بنا سقانی رها کرد. باید نمیکرد رها. خب ای بعد از یک تعداد آدم های خطرناکش بعد از دوره امزو جرگی که به نام لوی جرگی مشورتی دایر شده بود، بعد از او بود که امونجا شما شاهد بودین من حیث رسانه یا من حیث فعال افغانستان که مادرای مادر کسی فرزند شهید شده بود آمد فریاد زد که ما از درای نال کسی فرزند ما شهید شده، اما باز هم ما میخواهیم که صلح بیاید و به خاطر مزو امی طالب رها شود. خب و دولت افغانستان وقتی میگین که دولت افغانستان پروسه نیست، روند صلح افغانستان پروژه است، دیگه باید عاطفی برخورد نشه به خاطر خب. دولت افغانستان به خاطر اینکه 6000 زندانی باید آزاد نه این تنها این صدا نبود. ما مثلا فکر کنین کل افغانستان، من خودم در یک کمیته بودم 90% اعضای کمیته من میشناختم که اونها نه دولت گفته بود نه طالب بود نه دیگه بود، 90% اعضای کمیته با یک صدا کردن که این زندانی ها اعلا شوه. او زمان هم میدارستین که روند صلح افغانستان پروسه نیست، یک پروژه است از طرف امریکایی ها. خب این پروژه آقای خلیلزاد هست. میفهمیدین او زمان هم مایر از وقتی از خیلی وقت از روز که آقای خلیلزاد در اینجا گام مانده من میشه چرا توضیح ندادین در جرگه؟ ما گفتیم دمی تلویزیون خود شما گفتیم، اما حالا اگه شاید بیاریم پارسال دمی تلویزیون شما بسیار جدی هم گفتیم که اتفاقا شو نشرم نشد که باز گفتیم که صدایش ماشین بله نمیشه. درست است. او خب وقتی در جرگه مطرح شد از طرف شما چرا تصمیم به این شد که رها شود؟ خب 90% از اعضای حکومت هم میدانست که پروژه است. نه 90% از اعضای علمی مردم، اون مردم ها یک نماینده صنفی بود، وکیل پارلمان بود، وکیل شورای ولایتی بود، انواع و اقسام مردمی که از اقشار مختلف اونجا بود. 90% اعضای مجرگه خواهش می بود که الاشم بله. اما این مردم هم این رقم چشمپور دیلا نمی کرد، اما یک شرط داشت. او شرطش این بود که ما در سایه آتش بست باید مذاکره کنیم که امروز طالب ها او را قبول نداره. از امریکاییان به یک صدا همی مردم هم خواست، کسایی که در دولت هم هست خواست که ما اینی به اصطلاح گام هم میورداریم، 6000 زندانی یا 5000 زندانی کم زیاد شما را اعلام میکنیم، اما باید آتش بست شود. و اگر شما شاهد باشین حتی در اظهارات اولیه خود طالبا از این نتیجه مذاکرات، نتیجه صحبت های و نتیجه امی جرگه طالبا استقبال کرد، اما بعدا او را رد کردند و اینا جرگه را فرمایشی گفتن و چند چیز برش آورد. نمیشه که بار مسئولیت حکومت را به شانای اعضای جرگه یا مردم افغانستان گذاشت. وقتی مسئله سیاست های کلان میشه حکومت مکلف است، جرگه تنها یک جرگه مشورتی بود. وقتی خب شما به عنوان عضو جرگه میگین که یک پروسه نیست، پروژه است روند صلح افغانستان، حکومت هم حتما میداند. وقتی سرور دانش به عنوان معاون دوم رئیس جمهور مخالف توافقنامه آمریکا با طالب است و میگه که به رسمیت نمیشناسیمش، امرالله صالح هم میقسم و شخص رئیس جمهور هم میقسم، فکر نمیکنین باید قدر قربانی کلان نمیدادن؟ خب
هر فرصتی که برای صلح بیاید باید مردم افغانستان، دولت افغانستان، ولو پروژه هم باشه، ولی خب فرصت ولو همین پروژه آقای خلیلزاد باشه. اینا گیرم که اینمی گپ ما بالکل هم حال ما به اصطلاح نظر خود در این باره گفتیم، ولو اینمی حقیقت یک پروژه باشه، باید دولت افغانستان، مردم افغانستان امزی فرصتی که آمده که ما صلح میکنیم امزی فرصت استفاده کنیم. بنان به هر شرایط مردم از جنگ خسته شده و میخواه با بسیار هزینه های گزاف صلح را در وطن ببینه و ما کل ما تشنه نمزی هستیم. چی سیاست مدار است، چی فرهنگی است، چی دهقان است، کلگی تشنه صلح است. بنان اگر دولت همی کار را نمیکرد، باز مردم میگفت خب طالبا صلح میکرد و یک خواهش داشت که 5000 زندانی ما را اعلان کن، تو امیر اعلان هم. تشکر. امینجا خودی رسانه هایات شما باشه، شما از ما سوال کردین در روزا امین 20 روز یا 15 روز که به تعویق انداخته شد رهایی از اینا، ما گفتیم یک پروسه اداری است باید طی شود. رسانه ها در اون روز آنقدر به شدت، مخصوصا از خود من در روز سه تلویزیون هم همین سوال میکرد که چرا به تعویق افتیده، چرا اعلان نمیکنین، چرا دولت کار خود انجام نمیده. بنان این را باید ما به گذشته برگردیم که چقدر رسانه ها، مردم، فضا به امزی بود که باید اینا اعلان شود تا صلح بیاید. هیچ کدام اینا مسئول نیست به جز حکومت. خب ما حکومت در قبال اراده و خواست مردم مسئول است، اگر نه همون مردم پس میگفت ملامت میکرد که تو این کار نکن. تقدر سه بوست که پرکتی ها سول در وسنه لړۍ داد امریکایان و در پاکستانیان و در طالبان و در خواتنه یا تحمیلی پروژه در پا افغانان رو بنده. در افغانستان حکومت تا چه کول پا کار دی؟ چه باید وکی؟ افغان دولت اول خود اغا دولت ساز تیمی سیده بکم یو ده در باید متحد و منسجم و سیگی او افغان دولت د پاره بر علاوه سی هغه هیئت لیږلی دی، یو څو کسه هلته لیږلي مذاکراتو دپاره، د دې پروسې دپاره یې دلته باید یو قوي ټیم رامنځته کړی وای. دا ټیم د اجماع ملي په نتیجه کې که رامنځته کولی، یا یې په خپله خوښه باندې متخصصین د جنګ او سولې متخصصین یې راوستلی وای، هغه به موږ ورپه ګوته کړې وای چې دا د جنګ او د سولې متخصصین دي، دوی نه یو ټیم جوړ کړي چې دې مذاکرات رهبري کړي، دغه تاسو شورای عالی د مصالحه هم رهبری کی، ډاکټر صاحب عبدالله هم رهبری کی، او د دې ډله ټپل هم رهبری کی، چې دوی تر څو پورې مودې پورې دوی ونه سو کړلای سي شورا مارې. راځو د جګړې د رنګ ته، رنګ څخه د جګړې رنګ مخکې مې درته یاد کړ چې څومره افغانان غیر بمباردمان شول. دا به هم درته وایو چې آیا د طالبانو جګړه د امریکایانو په ضد ده؟ نه، ځکه په 2014 کال کې فقط 15 خارجان په افغانستان کې وژل شوي او 1000 افغانان شهیدان شوي دي. 1000 15 وګوره او 1000 وګوره، چې په هغې کې 10000 فقط د امنیتي سکتور زلمیان وو. په 2020 کال باندې یو خارجي هم دلته نه ده وژل شوی، او ته د 2020 کال د موږ د افغانانو شهیدان در شماره، د موږ متخصصین، د موږ روڼان دي، د موږ نخبگان، اگر زنجیری قتلونه دا در حساب که بیا دی مگه یو افغان دی سل و خارجان و نه دی زر و خارجان نه بهتر ده، شریف ده، مگه دی مگه افغان ده. گوری دا جگره دا سی و رنگ لری کل سی یو امریکایی شراب خلیلی و بگرام راته و پی خیرخانه کتل که یو افغان موتر و وید کمی زخمی که شهیده که بیا دې خیرخانې نه ټول خلک راووتل تر پارلمانه پورې په منډه باندې دا منطقې ونیولې، چورې کړې او چپاولې کړې، او د چا نه یې بایسکل وتښته، او چا نه توپک عسکرانو توپک توپانچې وسړلې. دا امریکایانو ته وویل شول چې دلته جګړه ده، دا افغان هغه د کورنۍ جګړه بیا شروع شوله، وایي دا تاسو داخلي مسایل دي، بګې تاسو داخلي مسایلو کې غرض نه لرو. سبا بیا د امریکایان موږ ته وایي چې دا تاسو داخلي وسایل دي، که څومره هم موږ وغواړو چې جګړه ختمه کړو په بین‌الافغاني جګړه، د دې دپاره داسې اور بل سوی ده، داسې رقم ته سازماندهي کړې ده چې که دوی وغواړي امریکایان سبا هم د دوی په موجودیت کې هم دلته داخلي جګړه شروع کېدای شي، دوی به د خیر په غونډۍ ناست دي او په دې اور باندې به تیل شیندي او وایي به دا تاسو داخلي مسایل خپل داخلي مسایل خپله حل کوي. سلامت سي، لنډه دمه لرو. به ادامه برنامه خوش آمدین. آقای منگل، آقای ساله گفته که
اداره حکومت آقای ترامپ به طالب امتیاز بیشتر داد که باید داده نمیشد. من میخوام بس رو جمع بکنیم، با همین نقطه فکر میکنین که حکومت تغییر میکنه حداقل تا 4 یا 5 روز دیگه در آمریکا، بایدن و حکومت جدید آمریکا هم تعقیب خواهد کرد استراتژی حکومت آقای ترامپ را یا نه، و از طرف دیگه حکومت چی باید بکنه برای از اینکه امی بازی بیرون رفته از دستش دوباره به دست بیاره؟ اول خدمت شما باید عرض بکنم که هر دو حزب، هم دموکرات و جمهوری خواه در امریکا، موضوع گیریشان در رابطه به طالبان و پاکستان متاسفانه یکسان است و من انتظار بسیار تغییر فاحشی را در سیاست که جو بایدن بعد از چند روز، 5-6 روز رئیس جمهوری جدید شود نمیبینم. از دیگه طرف جو بایدن بله یک سیاستمدار است که 8 سال معاون رئیس جمهور بود و او پارتنرای سابقه خود در اتحادیه اروپا با مناسبات با چین و روسیه و سایر کشورهای منطقه ما مثلا هند و دیگرها امکان داره یک سلسله اقدامات را بکنه به شمول ایران، ولی ما در رابطه با افغانستان باید خوشبین نشویم. ما به افغانان میگم که سخنرانی آقای جو بایدن را با اظهاراتش راجع به افغانستان در قبل فراموش نکنه و نباید انتظار ازی را داشته باشیم که در نتیجه اظهارات یا اقدامات رئیس جمهور جدید آمریکا تغییرات در افغانستان بیاره. خود مردم افغانستان، نیروهای ملی دموکرات و ترقیبات، تران قومی، علمای دینی، جوانان، خانمها، اینها ما باید در نتیجه یک استیج ملی، اجماع ملی که حکومت باید در ایجاد از این اقدام بکنه، ما باید ما از منافع ملی خود، از نظام خود با تایید و تحکیم وحدت ملی دفاع بکنیم. از این خاطر تغییرات جدی در اون قسمت در ما در رابطه با افغانستان میگم و در رابطه با طالبان از نظر ما به وجود نمیاد. چیزی که دولت باید بکنه که همون شما سوال کردین، ما از جناب رئیس جمهور بانک ما بسیار با بسیاری از اقدامات از این توافق نداریم، انتقاد کردیم، نقد کردیم و مثل شما رسانه و اینا، ولی یک چیز را که رئیس جمهور با تیمش همونطور که جناب طاقت صاحب گفت کرده میتونه ای است که این در ایجاد یک اجماع خارج از جنگ سالارا، خارج از زورمندا، خارج از آنهایی که 20 سال برایشان معامله شده، خارج از اون کسایی که برایش امتیاز داده شده، یک اجماع را همونطور که با تایید فیصله شورای مشورتی، جرگه مشورتی از این نیروهایی که قبلا ما نام بردیم از این ایجاد بکنن و بالاخره در نتیجه ایجاد اجماع یک موضع‌گیری واحد ملی را مطابق منافع ملی افغانستان به جهانیان بخصوص با امریکا ایران. سپاسگزار تا نقای حفیظ فشرده تر شما پاسخ بتین. فکر میکنین قسمی که آقای طاقت گفتن آمریکایی ها پس از این حکومت افغانستان و طالب را به میال رها خواهد کرد که مسئله داخلی خودتان است مثل که در گذشته گفتن کرده یا نه حل خواهد شد بعد از او مشکل افغانستان و امریکا نیروهایش خارج خواهد کرد از افغانستان؟ خب ما کاملا با صحبت های جناب طاقت صاحب و مخصوصا صحبت های اخیری جناب منگل صاحب موافق هستم. امریکا استراتژی و پالیسی و منافع خود را داره. ما من حیث یک ملت، من حیث دولت افغانستان، من حیث دولت استراتژی و پالیسی و برنامه خود داره. ما با آمدن و رفتن یک رئیس جمهوری که در او طرف دنیا هست، گرچه ما را از لحاظ اقتصادی نظامی بسیار حمایت میکنه، ما طرف دان و طرف دست و طرف عمل از اینا نبینیم. ما برای خود برنامه داشته باشیم و اما طالبم که هست برای خود برنامه دارم. فرض کو اونام دمی فکر نیست که اگر مثلا بایدن بیای چی میکنه و یا ترامپ بیای چی میکنه. اونا منافع خود داره، دولت افغانستان هم منافع خود داره و امریکا هم منافع خود داره. ما مطابق منافع اولیای امزی مملکت و منافع مردم دنبال صلح هستیم و اما از ارزش هایی که این منجا دمی افغانستان وجود داره، ارزش های نظام دفاع میکنیم و صلح را انشاءالله بیاریم. من بسیار خوشبین هستم که 3 سال پیش 4 سال پیش دمی تو میزا در اینجا میشیشتیم، نظر واحد نداشتیم، جنگ میکردیم، جنجال میکردیم. حالا حتی این سیاسیونی که بسیار جنجالی بود نظر واحد پیدا کرده. من بسیار امیدوار است. خیلی سپاسگزار. تاسو روسته خبری طاقت صاحب چه کول پکاردی؟ مگه باید نور دا فریبو نخورو 15 زره طالبان مگه خلاص کن.
دا کاش که مگه خپل مگ خلاص کړی وای، نه د امریکا په اشاره او نه د طالبانو په فشار او نه د امریکې په فشار، دا که مگه کارو سره کړی وای دا 5000 اوس د مگ راکړو او مگه خپل خوخه خلاص کړی او دوی باندې بدایستان تاسو افغانانی د مگ بچانی اشتباه کړی و او تاسو نور زی خلاص، دا که مگه دولت باید مخکې مخکې مگ استخبارات کړی وای، مگه فقط فقط باید استخبارات بیرته ما د خط په اندازه باندې د خط په کچه باندې تقویه کړو، که د ایسای ته نه رسېږو یا د سپای پاسدارانو سره ډغرې رسولی، د خط په اندازه خو جوړولی شو، تر څو چې استخبارات ونه لرې ته نشې کولی شي لاسته راوړنې ولرې او نشې کولی شي ښه نظام ولرې. د موږ استخبارات بدبختانه ډېر ضعیف دي، ډېر کمزوري دي، اوس به وزره بیا نور خلاصو دا لړۍ به روان وي او بالاخره افغان دولت نظام دا سیستم دا ټول په یو لوی لاس موږ سپارو یو بل چاته. کور ودان چې په دې بحث کې مراسره ګډون وکړه، شما هم تشکر که بحث ما را دنبال کردین. تا بعد، خدا نگهدار.